خب سلام بچه ها، سلام دوباره. هلو اولا مرحبا و سلام خدمت همگیتون. اولین جلسه کلاس کتاب انگلیش وکابلری این یوز رو میخوایم با هم بریم. این از اینتروداکشنش و کانتنتش که فهرست رو به ما داده: The family, mother, uncle and relatives. بچه relatives معنی همون فامیل رو میده، میشه صفحه 9 کتابتون. بریم که شروع کنیم. The family. A family tree for some of Anne and Ivan Sorokin's relative or relations. بچه نگاه کنین، family trees همینه که میبینین که ما تو فارسی یا در واقع گرفته شده از عربی بهش میگیم شجره نامه فامیلی. هنری و دایانا، ایوان و آنه، امیلیا، جورج و مینا، کارن و جک، راوی و کاویا. خب این یک شجره، یکی از این فامیلی تری هاست که ریلیتیو روابط فامیلی رو داره نشون میده، یا ریلیشنز فامیلی رو داره نشون میده. فامیلی. ایوان و آنه آن دیر چیلدرن. لوک ات ایوان و آنه، their children، بچه های اینها هستن. بیم پایین تر، زوم بیشتر. این رو تو کتاب Speak Out Starter هم بچه بهتون درس دادم. خب ایوان is Anne's husband and Karen and Jack's father. ایوان کی بود؟ ایوان اینجاست. ایوان is an Anne's husband. همسر مرد رو میگن husband. And Karen and Jack father. پدر این دوتا هم هست. هم هازبند آنه هست، هم فادر کارن و جکه. آنه and ایوان are Karen and Jack's parents. parents بچه یعنی والدین. ایوان and آنه کارن و جک parents هستن، والدین کارن و جک هستن. اینو نخوندم. آنه is Ivan's wife and Karen and Jack's mother. دوباره آرن وایف ایوانه، همسر زن ایوانه و مادر جک و کارن هستش. Karen is Anne and Ivan's daughter. Jack is their son. کارن رو ببین، کارن داتر ایوان و آنه است، دختر این هاست. جک سان ایوان آن است، پسر این هاست. کارن is Jack's sister. کارن خواهر جکه. جک is Karen's brother. این هم جک هم برادر کارنه. هنری and دایانا. هنری is Karen and Jack's grandfather. هنری کجا بود؟ یکم زوم اوت کنین. ببین هنری اینجاست. پس میشه چی؟ گراند فادر، پدر بزرگشونه. دایانا ایز گراند مادر. دایانا گراند مادر، مادر بزرگشونه. هنری و دایانا آر کارن اند جکس گراند پرنس. گراند پرنس، پرنس میشه والدین، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگشون هستن دیگه، بزرگشونن. Karen is Henry and Diana's granddaughter. Karen granddaughter Henry و دایانا است، نوه‌شونه. از طرفی هم Jack is their grandson. Jack هم نوه پسریشونه. پس granddaughter میشه نوه دختری، Jack میشه نوه پسری. امیلیا، جورج اند مینا. بیاین پیدا کنیم جورج، مینا. جورج و مینا اینا. خب جورج is Karen and Jack's uncle. کارن کی بود؟ دختر اینا بود. عموش میشه جورج. عمو، دایی، بچه ها جفتشون میشن uncle. خب ولی یه چیزی داریم به اسم این که ما maternal family داریم و paternal family. حالا توی چیزهای جلوتر، کتاب وکاب های جلوتر بهشون میگم.
مترنال فامیلی میشه فامیل مادری، پترنال فامیلی میشه فامیل پدری. خب یه جورایی الان میشه پترنال آنکلش، یعنی یه جورایی داییش میشه. ولی خب در هر صورت آنکل هم معنی دایی میده هم معنی عمو میده. پس الان میگه که جورج آنکل این بچه هاست، کارنه. امیلیا and مینا are Karen's aunt. امیلیا و مینا، امیلیا رو ببین، مینا رو هم ببین، جفتشون شدن میشن خاله یا عمه این بچه ها. حالا امیلیا and مینا are Karen and Jack's، این که خوندم، Karen is Amelia, George and Mina's niece. Jack is their nephew. Karen is Amelia, George and Mina's niece. Karen نیا کن. Amelia و George رو پیدا کن. رابطهشون میشه نیست، میشه نوه دختره برادر، دختر برادرشونه نیست. Jack is their nephew، پسر برادرشونه. و کاویتا and راویل are Karen and Jack's cousins. خب راوی و کاویتا هم ببین، مگه اینا عمو و عمشون نبودن؟ کازین میشه دختر عمه، دختر عمو و پسر عمو رو میگن کازین. پس children میشه بچه ها، husband میشه همسر مرد، father میشه پدر، wife میشه همسر زن، mother میشه مادر، parents والدین، daughter دختر، son پسر، sister خواهر، brother برادر، grandfather and grandmother پدر بزرگ و مادر بزرگ، grand parents بزرگ فامیل، granddaughter نوه دختری، grandson نوه پسری، uncle عمو و دایی، aunt خاله و عمه، niece nephew نوه چی برادرزاده پسر و دختر، cousins هم پسر عمو و دختر عمو. بچه یه سری اکسپریشن ها هم این کتاب داره میگه، یعنی اینکه خب تو جمله ها استفادهش میکنیم دیگه. الان ما وکب یاد میگیریم، وکبی که بدون اینکه استفاده کنیم که خالی خالی فایده نداره. اکسپریشن ها رو بیا بخونیم. Have you got any brother and sister؟ تو هیچ برادر خواهری داری؟ تو میرسی به من میگی نرگس Have you got any brother and sister؟ Yeah, unfortunately I don't have any sister but I have one brother who is 2 years older than me. متاسفانه من هیچ خواهری ندارم ولی یک برادر دارم که 2 سال از من بزرگتره. یه سوال دیگه که راجع به مبحث فامیلی میتونیم مطرح کنیم. Do you come from a big family? توی کتاب Speak Out و Starter هم بهت دست دادم. ما میگیم I am come from a small family. Small family یعنی دیگه نهایت 4 نفریم. I am come from a big family. And unfortunately or luckily I am come from a small family because I have just one brother. کسی که 3-4-5 بچه باشن big family به حساب میان و میتونه بگه we are come from a big family. خب سوال اول به میخورش چجوری جواب داده؟ این الان جواب من بود، تو جواب خودتو بده ریکورس کن و اشتباه خودتو کارکت کن. Have you got any brother and sisters? No, I am an only child. نه من تک بچم. Only child میشه تک بچه. Do you come from a big family? Yes, I have 3 brothers and 2 sisters. به اسه جمع دقت کن. بله من 3 تا برادر دارم و 2 تا هم خواهر دارم. Common mistake که شما اینجا میکنین. We say my, his, wife or singular, but or their wives plural. ببین البته common mistake نیست دیگه. His wife, my wife میگه که پلورالش پلورال در واقع wife رو که میگه میشه wives. همین
یه وایف اس جمع اینا نمیگیره، وایوز میشه. اینجا تو کامن میستیک هست که حالا تو قضیه یه جمع مفرد ها یاد میگیریم. بچه روبروی هر یونیتی، الان یونیت وان ده فامیلی بود، تو باید هر کلمه رو ممورایز کنی، تو باید راجع به خود جمله بسازی، چند تا برادر داری، چند تا سیستر داری، اسم هازبند یا وایف چیه، اسم آنکل و آنتن چیه، اسم کازینا چیه، نیس و نفیو داری، اینا رو برای خودت، have you got any brother and sisters، اینا رو همه رو باید برای خودت جمله بساز، بشین جمله بساز تا ممورایزشون کنی. روبروش تمرین داره، تمرین ها همه جوابش تای کتاب هست، تمرین ها همه رو انجام بده با تای کتاب، چک کن. see you next session. این ویدیو رو اگه دوست داشتی و به دردت خورد فالو کن، به دوستات ببخشید کانال سابسکرایب کن، به دوستات معرفی کن، کامنت حتما حتما بر من بذار که من ویدیوهای بیشتری بعد بذارم، و همین. see you next session with new video. bye bye.